مثل اینستاگرام، اینستاگرام برای چی زدم؟ قدیم یارو باید برای این پیرمرد پیرزنای پولدار دنیا فیلم درست میکرد، میرفت از دختره عکس میگرفت، خانم اینطوری کن عکس میگرفت، اینجوری کن عکس میگرفت، بعد این آلبومو درست میکرد مثل خر، یه نفر بعد میفتاد هزینه میکرد، بعد میبرد میداد به اون پولداره، میگفت ببخشید این شبی مثلا 20000 دلار، این شبی 7000 دلار. الان این کارو نکردن، یه اینستاگرام درست کردن، چالشش میزنن سینه هات تکون بده، همه عکساش نمیدونه، همه عکس باسنای دخترها دارن میفرستن واسه اون پولداره. بیزینس های جهان الان اینجوریه، برو ببین سالی چند تا دختر در سراسر جهان داره گم میشه، میفرستن واسه اون پولداره، دیگه آلبوم نمیخواد، دیگه هزینه نمیخواد، که یارو اینجا نشسته فقط اینستاگرامو باز کردن تو چالش دولت میخوان دخترها میرفسن، میگه این دختر آلمانیه، این دختر آدرسشون هم دارن. گلوبالیسه یه کار مهم دیگه هم کردن و اونی که یه طوری تلاش کردن که بچه‌ها رو کاری کنن که حرف مادر پدرشون گوش نکنن، دخترها رو تو اینستاگرام انتخاب میکنن، میگه 20000 دلار، به دختره مسیج میزنن، میای شما اینا گولش بزنن، اگه دختری گفت نه فلان این حرفا، به یارو میگن 50000 دلار میگیریم برای میاریمش، 1000 دلار میدن به دو تا آدم احمق، میرن بچه رو میدوزن دختر میبرن اونجا، یا تو چیش خونهشون وار میکنن، یا اینکه اگه دختر پردوبازی در بیاره تو سن 25-6 سالگی میکشنشو، قرنیه چششو مثل چینی ها قشن وار میکنن، زنده چشش واضح بر میدونن، کلیهش یه جمع فروشن، یعنی درآمد داره. پس مردم کره زمین گاوهایی هستن برای تولید مس که میگن هی بچه دار شو، بچه دار شو، بچه دار شو. چرا بچه دار شو؟ چون کارخونه های ما که پول داریم گاوایی مثل بچه های تو رو میخواد. من که سیاست مدارم که نمیتونم برم ماشین رو بشورم، یه اولاقی مثل تو باید بچه دارشه که بچه ماشین منو بشوره، یه اولاقی مثل تو باید بیاد پاهای منو ماساژ بده،